تا به اینجا رو گفتیم که ما خب بریم سراغ یوتیلیتی ها. ببینید یوتیلیتی هاش، اولا این یوتیلیتی ها رو شما میتونید یوتیلیتی هاش تو این قسمت یوتیلیتی ها رو که شما بیاید میتونید ببینید اینجا، مثلا اسپیسینگ و تکست و ورتیکال الاین و ویزیبیلیتی و چرا دارم فیلم میگیرم؟ چیز میبینید؟ پدینگ میبینید؟ تو اینجا هم مثلا باید پدینگ باشه، حالا تو یه دونشون باید باشه، نمیدونم کجاش میشه. تو این یوتیلیتی هاش اگه نگاه بکنید، چون ما اومدیم اینجا زدیم، دیدید دیگه این پدینگی که ما اومدیم استفاده کردیم، حالا مثلا نوشتم پدینگ 5 اومد تو کدوم قسمتش وقتی میذارید یوتیلیتی ها، میبینید تو قسمت یوتیلیتی هاش. حالا چرا اینجا نیستش من نمیدونم، تو یوتیلیتی هاش تو کجاشه؟ کالرز دیسپلی پدینگ میبینید اینجا؟ نه نمیدونم، باید یه دونه اینجا بگرد پیداش کنید. مارجین چرا بیاید اینجا، بعد تک تک میزنه پیدا میکردیم دیگه توی قسمت بیان پایین. خب اینجا کم اطلاعات در موردش توی اینا، اینجا داره میگید میگه پی 4 کلاسز در واقع دات ست پدینگ، یعنی در واقع میگه اگر دیدید اول یک کلاس با پی شروع شد برای چیه؟ پدینگ. خب تی داره میگه در واقع مارجین تاپ یا پدینگ تاپه، یعنی اینجا من بیامو استفاده بکنم. خب بذار مارجین پدینگ و اینا رو کامل اینجا بگیم، یوتیلیتی ها رو من اینجا بررسی بکنم. مثلا من گفتم پدینگ تی یعنی چی؟ پدینگ تاپ 5، یعنی از بالا در واقع پدینگ داشته باشه. میزنید الان اینجا نگاه کنید پدینگ تاپس در واقع 3RM میاد اینجا، مثلا اگه باشه 2-3 چقدر، حالا یه مقدار دیگه یک رم در واقع داره. پس شما میتونید بیاید اینجا از پدینگ تاپا استفاده، فعلا برید سراغ پدینگ تاپا. پس من میتونم تاپا رو پدینگ ها رو به این صورت ازش استفاده بکنم. بعد پدینگ تاپ مثلا اینجا XXL هم داری. XXL یعنی چی؟ یعنی از مثبت بی‌نهایت تا 1400 تا 1400 چی داری؟ پدینگ داری، پدینگ تاپ داری. زیر 1400 دیگه پدینگ نداری. اینا رو متوجه میشن دیگه، اینا رو تو مدیا کویری مینوشتیم. الان مثلا می‌نویسی پدینگ تاپ XL 5، چه اتفاقی میفته؟ بزن مثلا 3 اینجا رو الان برای این رو باید توضیح بدی. ناکنید از مثبت بی‌نهایت 1400 پدینگ تاپش 5، از 1400 تا 1200 پدینگ تاپش چنده؟ 3. اینا نگاه کن، 1400 اینجا پدینگش چنده؟ 3 آرمه. میاید 1400 چقدر میشه؟ 1 آرم، نه در واقع همون 3. پس آب خوردن پدینگ تا ببین چقدر کلاس بی خود اصطلاح ما به اینو میگیم، ما همش کلاسی اومده الکی جنریت کرده، اصلا واقعا شاید ببینید ازش استفاده نمی کنید. شما کی میاد مثلا تو سایز مختلف پدینگ، البته یه وقت میبینی پیش میاد، حالا نمیشه بگی حتما نیست، نه یه وقت میبینی پیش میاد. مثلا LG، مثلا LG رو بذار 1، یعنی چی؟ از 1292 زیر 1200 ببین چقدر شد؟ 25 صدام پدینگش 1 شد. مثلا پدینگ تاپ MD مثلا 5 بین 992 768، بیا زیر 992 ببین پدینگش شد چند؟ 3 آرم 5 تا. دوباره پدینگ تاپ SM میکنیم 3، زیر 768 پیکسل چقدر شد؟ 3. بعد یه دونه دیگه هم داره که پدینگ تاپ XS، درسته؟ XS داریم ما اینجا؟ نه، جای XS میدونی چی میذارن؟ اگه گفتین هم پدینگ T دیگه، PT یا پدینگ تاپ، یا اینجا داریم میدونی پدینگ تاپ 5، یعنی چی؟ همون XS خودمون، یعنی که نایمده بذاردش مقدار XS رو. بعدی PT میذارید یعنی همون XS. خب الان نگاه کن، من بیام زیر 500 و خورده میبینی چقدر شد پدینگ تا 5 تا نیومده بذاره، حالا چرا نذاشته قانون خودش من نمیدونم چرا نمیذاردش، ولی
اینجوری شما الان نگاه کنید پدینگ تاپ رو تو چند تا سایز داری؟ 6 تا سایز. یکی برمیگرده میگه من میخوام از مثبت بی‌نهایت تا لارج پدینگش یک باشه. این الان یعنی چی؟ از مثبت بی‌نهایت تا 992 پدینگش چنده؟ یکه. تو LG و XL رو ببخشید تو XXL و XL رو من تعریف نکردم. وقتی دیفاین نمی‌کنید میاد نگاه میکنه به آخرین مقداری که جلوش هستش. الان آخرین مقدار که میاد میرسه بهش چیه؟ LG. الان LG از همه اینا بزرگتره دیگه، از MD و SM و PT بزرگتره دیگه، XS. خب این اولا میشه از مثبت بی‌نهایت تا 992 پدینگ چنده؟ یک. ناکن بیا اینجا الان که پدینگ یکه 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 تا چند؟ زیر 992. زیر 992 چند شد؟ پدینگش 5 شد. متوجه میشید داره چیکار میکنیم یا نه؟ خیلی ساده است ولی باید تو ذهنتون جا بیفته دیگه. اینا مدل های مختلفش. یه دفعه مثلا شما توی الان ناکن مثلا من این رو بذارم اینا رو ستا رو حذف بکنم چه اتفاقی میفته؟ پدینگ تاپ 5 تو همه سایزه، یعنی پدینگ تاپ دارید شما 5. خب یعنی الان تو همه سایزها پدینگ تا 5. ببین قشنگ همش 5. خب دقیقا این رو منظورش این بود. بی یعنی چی؟ پدینگ باتم. خب این دیگه نمیشه پدینگ باتم رو اینجا نشون داد، مگه اینکه اینجا من بیام پی بذارم لورم لورم لورم. خب میام اینجا برمیگردم میگم پدینگ بی پی. پدینگ بی 5 یعنی تمام سایزها چی بشه؟ پایینش چی بشه در واقع؟ ببین پدینگ تاپ 3 آرم. یعنی بیاد الان اگه من این رو غیر فعال میکردم اینجا، الان بیایید نها کنید اینجا نگهش دارید. خب اینجا رو نگاه کنید پدینگ باتمش چقدره؟ سبزه دیگه، 5 دیگه، درسته؟ پدینگ باتم دادم بهش 5. حالا یکی برمیگرد میگه خب چرا پدینگ باتم واسه این گذاشتی؟ خب میاد برای این بذاری، بذاری کلاس پدینگ باتم 5. چه اتفاقی میفته؟ ایشون 5 تا فاصله میگیره. این تو همه سایز ها چی میشه؟ ببین همیشه پدینگ باتم 5 رو ایشون تو همه سایز ها داره. چرا؟ به خاطر اینکه من اومدم اینجا پدینگ باتم رو برای ایشون برگشتم گفتم مثبت بی‌نهایت تا آخر مقدار باشه. حالا یکی برام میگه میگه نه من پدینگ باتم میخوام توی XXL باشه 5. پس مثبت بی‌نهایت تا کجا؟ تا 1400. زیر 1400 ببین پدینگش از بین رفت. حالا برای بقیهش پدینگ باتم XL 5 میزنی، برای ایشون هم در میاد. زیر 1200 نداره. پدینگ باتم LG باشه 2. چه اتفاق میفته؟ میشه 2 تا پدینگ میگیره. این آشش و برای بقیهش هم به همین صورت. اگه در مورد اینا سوال دارید بپرسید. ببین الان پدینگ باتم 6 تا 5 تا یعنی 30 تا کلاس داره. پدینگ تاپ هم 6 تا 5 تا 30 تا کلاس، یعنی 60 تا کلاس رو الان فقط برای همین دوتا بررسی کردیم. خب حالا بیا اینجا داره میگه اس، میگه استارت، میگه فور کلاسز در واقع مارجین لفت پدینگ لفت این LTR لفت تو رایت. بعد داره میگه مارجین رایت اور پدینگ رایت این آرتیر لفت رایت تو لفت. خب حالا ما که لفت تو رایتیم، تو حالت چپ به راستیم. وقتی چپ به راست باشه داره میگه اس چی میشه؟ پدینگ لفت یا استارت، خودش داره میگه استارت. خب به چه دردی میخوره این؟ عملا من نمیدونم برای چی اینا رو جنریت کنه. فکر کنم نشسته یه آدم بیکار اونجا مثلا این مدل رو پیاده کرد. مثلا داره میگه پدینگ اس. خب پدینگ ال داره این دیگه، پدینگ لفت داره نداره؟ بچا قبلا تو بوتستراپ 4 داشت پدینگ لفت، این اس پس شده پدینگ لفتش. برمیگردیم میگه پدینگ اس میشه چقدر؟ به این صورت. ببین پدینگ لفت داد بهش. خب پدینگ لفت در واقع 3 آره. حالا من اگه اینجا برگردم بگم پدینگ اس XXL میشه چی؟ هم مثبت بی‌نهایت تا 1400 پیکسل پدینگ لفت داره، زیر 1400 تا پدینگ لفت نداره. پدینگ اس XL مثلا 3 تا، ایشون الان 3 تا داره، زیر 1200 نداره. پدینگ لفت LG درسته؟ پدینگ اس LG مثلا 5 تا میشه بین 992
تا 1200 دیر 1992 نداریم، بذارید پدینگ S مقدار MD اینم 5 به این شکل، یه دونم پدینگ S گزینه SM اینم 5 و یه دونم پدینگ S خالی دیگه، درسته؟ به این شکل. یعنی 30 تا کلاس هم برای ایشون تشریف داره گذاشتن. کلان هم میتونستیم همشون رو محدود کنیم، مثلا برگردیم بگم ما کلا میخوام تو همه سایز ها پدینگ داشته باشم. اوکی میخوای داشته باشه، میشه پدینگ S تو همه سایز ها مثلا 5 میذاری و تو همه سایز ها دیگه ایشون پدینگ رو دار. یا وقت برمیگردم میگه نه من فقط میخوام پدینگ توی از مثبت می نهایت باشه تا تا XL. خب تو XL اگه میخواد باشه باید چیکار کنیم؟ اینقدر عملا تا XL داره. تا کجا پدینگ لفت رو داره؟ تا زیر 1200. زیر 1200 از بین میره. اوکی؟ پدینگ S رو هم که سوال نداره. یه دارم پدینگ E داریم، اصطلاح میشه که پدینگ End، حالا پدینگ Right خودمون، پدینگ Right تو حالت LTR که میتونید در واقع ازش بیاد استفاده بکنید. خب پدینگ رایت میشه، بریم پیادهش بکنیم این رو هم. پدینگ ها رو الان ببندیمش تمامشو بره. آره نمیدونم چرا این کار کردن، چون تو بوتستراپ 4 و 3 لفت رایت بود. ای مثلا 5 بذاری یعنی چی؟ پدینگ رایت، نگاه کن رایت گذاشت. الان اگر بیاد اینجا طبیعتا بیاد این رو غیر فعالش بکنیم، نگاه پدینگ رایت تو همه سایز ها. حالا شما میتونی یه بگی XXL، چه میدونم XL یا LG یا MD یا SM یا همین حالت خودش، حالت مختلف رو در واقع میتونی در نظر بگیری. سوال داری در مورد میپرسی. خب یه درم داره X میگه کلاس در واقع set both left and right، left و right، Y four classes that set both top و bottom. بریم ببینیم چیکار میکنه. بیام اینجا برگردم بگم مثلا P چی بود؟ X 5 احتمالا پدینگ top و bottom رو میده. آره بزنید، نه X محور X چپ و راست. آره تو محور X نه چپ و راست. الان نگاه کنی پدینگ چپ و راست داد، پدینگ X میشه پدینگ رایت، پدینگ لفت. قشنگ خودتون میتونید بخونید، آره چیز سختی نیست به خدا. من از بوتستراپ رو کلا می‌خواستم یاد بگیریم، می‌رفتم داکیومنتشو می‌خوندم. هیچ وقت حفظ نمی‌کنه آدم که، نمیشه حفظ بکنی. اینا رو نگاه کن، پدینگ در واقع چپ و راست داره. فقط یه نکته‌ای الان در واقع ما داریم اینجا، بذار من بذارم همون پدینگ X رو در واقع می‌نویسیم. مقدار حالت چیز هم داره دیگه، XXL داره، XL داره، LG داره، LG داره و MD داره و همه رو داره، SM داره و یه دارم که خودشه. به فرض کنم من بذارم XXL 5 چه اتفاقی میفته؟ فقط و فقط توی مثبت بی نهایت اصطلاحاً تا 1400، زیر 1400 از بین میره. بعد داره براش بنویسید این رو هم. یه دارم که پدینگ وای داره، پدینگ وای فرض کنم من میذارم XXL 5 این میشه بالا و پایین. یه رفرش بکنید تو این سایز بالا و پایین چی داره؟ پدینگ تاپ و باتم. بیایم زیرش، تعریف نشده است که من اگه میمادم میذاشتم XL میزدید الان این سایز رو هم میگرفت. یعنی از مثبت بی نهایت 1400 که میشه XXL، از 1400 تا 1200 که میشه XL رو کاملا ساپورت میکنه تا 1200. زیر 1200 چی میشه؟ از بین میره. بعد چیکار کنم؟ 1200 بنویسم، بنویسم مثلا PY-LG مثلا بیاد بشه 3، چه اتفاقی میفته؟ خب اشتباه کردم، الان میشه در واقع اومده پدینگ تاپ یک رم بالا و پایین رو بهش داده. خب اینم بحث این. و این 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم خودش در موردش صحبت کرده، گفته اینا اعدادیه که ببین رماش 25 صدام و نیم و 1 و اینا اومده توش ضرب شده. اومده اینجا خودش CSSاشو توضیح داده. خب بریم مارجینش رو هم تو فیلم بعدی بگم، این کمپلت در مورد